فب نداره، برمیگرده. مبارزه مدنی بارها به این رهبران سیاسی آگاه و متفکر که در سطح بسیار بالای علوم سیاسی پرواز میکنند گفتم آقا برنامه بدید. به این مردم بدبخت که دارن روزی 100-150-200 نفرشون سلاخی میشن برنامه بدید، یا اصلا حرف نزنید بشینید کنار. مبارزه مدنی اگر رو اصول باشه، رو برنامه ریزی باشه، با دید و شناخت کافی از رژیمی که باید باش مبارزه مدنی بشه، با روانشناختی رژیم و روانشناختی مردمی که باید با این رژیم که مدنیت درش نیست مبارزه مدنی بکنند، باید در نظر گرفت. بارها گفتم که فرهنگ ها، سنت ها، آداب و رسوم ها و تاریخ هر ملتی با ملت دیگر متفاوته. پس هر مبارزه مدنی اگر در آنگولا بشه در ایران نمیتونه بشه، در هندوستان بشه در ایران نمیتونه بشه، چون فرهنگاشون با هم متفاوت. و بعدم وقتی صحبت از مبارزه مدنی و مسالمت آمیز با یک رژیم جنایتکار، یک رژیمی که دستش تا اینجا به خون مردم آلوده است، یک رژیمی که تمام آلات و ابزار کشت و کشتار رو در قانون اساسیش براش نوشتن و آماده کردن و دادن دستش و اومد تو کشور، و از یک قوانین عقب افتاده قرون مصطفی 1400 سال گذشته هم بهره میگیره، باید اومد مبارزه مدنی مسالمت آمیز به طریقی که این رژیم، این تفکر، این اندیشه، این طرز عمل رو بتونه به زانو در آورد بیاره، رو باید ارائه داد که 30 سال ایشکی نتونسته این کارو بکنه، فقط حرفش رو زده و مردم ما هم کشته شدن، اینها هم مسلط شدن، هستی و نیستی و همه چیزمون رو هم بردن. هر فرهنگی، هر دولتی، هر سازمانی، هر خلقیاتی، هر ملتی روانشناختی و روانکاوی خاص خودش رو باید کرد. در این برهه از زمان یکی از مبارزه های بسیار بسیار مؤثر که بشه ازش بهره گیری کرد و بشه ازش بالاترین بهره برداری رو کرد، همین چهارشنبه سوری و همین نوروز ماست که در پیشه، همین سیزده بدر ماست که در پیشه، خصوصا شاه گلش، شاه بیتش همین چهارشنبه سوری. کجا هستن این رهبران، این اندیشمندان، این فرهیختگان، این روشنفکران، این دگر اندیشان به مردم بگن شما باید در چهارشنبه سوری فتیله سرنگونی رژیم اسلامی رو آتش بزنی؟ خشونت، خشونت، کتک عادت کردید 30 ساله خفه خون بگیرید، کشیده بخورید، مشک بخورید، سر صورت خونین، یه ذره روتون زیاد شد گلوله خوردید، برادر، خواهر، عمه، خاله، فرار. یعنی روحیه ترس و وحشت، روحیه حقارت، روحیه بندگی رو به این مردم، شما حرامزاده ها در برون از مرزهای ایران دل اجباراً بهشون تحمیل کرد. کجایید الان برای چهارشنبه سوری؟ ای تلویزیون های یوتل ست تیری یا دوازده و رادیوی ادغام شده و مثلا خوتیه شهد روان مروتی یا نمیدونم رادیوی بلبل درخت نارگیل دوست خوبم آقا آقای مقامی و اینا، همه وطی وطی هستین و همی نشستین چهارشنبه سوری بشه، بپرین پای میکروفونا دوازده شب. اکباتان شلوغ شد، میدان صادقی هم اشنون اطلاع رسید، بچه ها در اوج خودشون 2000-3000 نفر دارن به طرف فلکه چهارم میرن. قول 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 قول
اونایی که یه عمر توی این شهر خمس و زکات گرفتن از مردم لس آنجلس، گفتن واسه مردم بی‌نوا و بی‌پناه و بی‌پول و جد نمیدونم شوهر از دست داده و پسر از دست داده در جنگ، پولا رو به ما بدین ما بفرستیم خونه و زندگی و برزنس مرسدس و همه چیزام برای خودشون درست کردن، هزار جور کلا سر مردم گذاشتن. چه بچه های نازنین رو که از رادیو قبلیشون تو پارک لاله و این ور اون ور دو دستی دست رژیم ندادن. مردم در چهارشنبه سوری نه به بی بی سی گوش میکنید، نه به وایس آف امریکا گوش میکنید، نه به صحبت های موسوی طول سگ گوش میکنید، نه به اون کروبی خائن دوز بی شرف و فاتی کاماندو زنش گوش میکنید، نه به خاتمی بی پدر و مادر که پریروز چهره مار صفت علنیش رو اومد گفت ما یه مونه میخوایم از سر رژیم اسلامی کم بشه، یا این رفسنجانی عضو که دوز بی پدر و مادر، یا این طول سگای برون مرزی یا رسانه های فاحش صفت قلاده به گردن رژیم. هر همه جای ایران سرای شماست در چهارشنبه سوری. هر کی گفت به این طرف حرکت کنید، به اون طرف حرکت کنید، تمام محله های خودتون و محله های نزدیک خودتون و تا اونجایی که میتونید برید و جوین کنید، جوین فورس کنید، و جایی که میبینید داره اشغال میشه، داره گرفته میشه، یه گروه کمکی برن، یک رسانه، یک سنگر. برای همین در این بحران مالی هستیم، اشکال هم نداره، چون هم طبیعت مردم در اون مرزم رو روانشناختیش رو خوب میشناسم، هم با شما هم وطنان نازنین برون مرزیم به خوبی به روحیتون آگاهی دارم. شما از 22 بهمن بسیاریتون گفتین تموم شد، دوباره رژیم وایساد. همین روحیه، همین روحیه آخوند رو نگه داشته. اگر پشت این تلویزیون رو محکم می گرفتید، اگر من قوی تر بود نیروم به فکر چهار تا بید آب و برق و تلفن و نمیدونم فایبر و رنت و ستلایت نبود، من خیلی زودتر این دو تا تلویزیون، یکیشون که علنا هنوز موسوی چیه، اون یکی هم که بین زمین و هوا بازی میکنه و 3 4 5 6 روز به رژیم حمله میکنه تا دوباره پول بودجه عقب افتاده برگرده، بودجه غرق شده برسه، تا دوباره بازی دیگه رو بکنن، ما 22 بهمن رو هم همچون عاشوراش میکردیم، اما حالا چهارشنبه سوری رو میکنیم و امید و آرزوم اینه که ما تا اون زمان کشیده بشیم تا بتونیم این وظیفه ملی رو به پایان برسونیم. هموطن عزیزم، در همین رسانه عکس بیش از 1600 مزدور رژیم رو شناسایی شده با آدرسشون با شکل و قیافشون به شما ها نشون دادم. شماها امروز اکثرتون همه عوامل رژیم رو شناسایی کردید، آدمکشاش و مزدورهاش و سکتولهاش و فاحش زادهاش و نقاب چهرهاش و موتورسوارهاش و سرداران سپاهش و بچه های اطلاعاتیش و چاهوکشاش و از بالا اسنایپر تیر زدنهاش و همه شون اکثرا شناسایی شده. حتما محل زندگی و محل کار اونها رو هم میدونید. اگر کسانی هم هستن میدونن به شما نمیگن، اونا هم دشمنن، حواستون رو جمع کنید. روابط اونها رو به خوبی میدونید، فرتور عکس و شرح حال اونها هزاران بار از طریق اینترنت و ده ها هزار بار در طول این دو سال گذشته از این تلویزیون پخش شده. ما این مزدورا رو به شما نشون میدیم، اینا دونه دونه شون رو میفرستن خارج از کشور، تمیزشون میکنن، آمادهشون میکنن تا بتونن یک دونه دیگه مثلا محسن سازگارایی، کتیوری، نورزادهی، بیگزاده بود چی بود، تو یه مدت تو کانال یک بود، حالا اومده پارس و این برون. از اینا دارن حالا دو تا دیگه از این سردارا میفرستن بیرون، یکیشونو میبودی داره آماده میکنه، داره ترتمیزش میکنه، یکیشونو نوری زاده یا نمیدونم هر دو این دو طول سگا یکی ان چجوری از این گونه بازی. امروز تمام عوامل رژیم اکثرا 80% چون شماها میشناسید، محل خونشون، زندگیشون، همه چیزشون. شما فروشگاه ها، آجیل فروشی ها، شیرینی فروشی ها، قصابی ها، بقالی ها،
پارچه فروشی ها و به طور کلی ما مردم نوزی و کنجکاوی هستیم.